دو ماه بعد از زمین لرزه در غرب ایران، زلزله زدگان حالا از سرما می‌لرزند. مؤسسه نجات کودکان فعالیت در افغانستان را معلق کرده. حمله به دفترش در جلال آباد دست کم 3 کشته داشت. و آتش سوزی در بندر عباس جان 3 نفر را گرفته. این آتش سوزی در مخزن مواد سوختی کارخانه تولید قیر رخ داد. این کارخانه در نزدیکی روستای بوستان و در 35 کیلومتری بندر عباس واقع شده. بیش از 2 ماه بعد از زلزله در کرمانشاه ایران، بسیاری هنوز در چادر و کانکس زندگی می‌کنند. یک نماینده مجلس گفته سه‌شنبه شب 3 نفر به خاطر سرما جانشان را از دست دادند، گرچه بعدتر استاندار این حرف او را رد کرده و گفته چنین نشده. تازه‌ترین تصاویر از مناطق زلزله زده نشان می‌دهد که وضعیت منطقه در 2 ماه تغییری نکرده و بازسازی هنوز آنچنان آغاز نشده. نگین شراقایی گزارش می‌دهد با این توضیح که برخی تصاویر این گزارش به شدت ناراحت است. نامش سارینا زهابی بود. 2 ساله که بعد از زلزله کرمانشاه با خانوادهش در چادری در روستای ناوفره کرمانشاه زندگی میکرد. یک سرماخوردگی ساده تبدیل به تشنج و عفونت شد و 28 دی ماه در بیمارستان کرمانشاه جان داد. پدرش به خبرگزاری اصولگرای تسنیم گفته مسئولان باید جوابگوی مرگ دخترش باشند. کسانی که قول دادند کمک کنند اما دریغ کردند. شهاب نادری نماینده پاوه و اورامانا در مجلس ایران میگوید سه‌شنبه شب 3 نفر بر اثر سرما در این مناطق جانشان را از دست دادند. هرچند فرمانداران منطقه اورامانا میگویند خبری به آنها در این مورد نرسیده. بعد تا چشم کار میکنه چادر کانکس. این صدای محمد نوریزاد است، فعال سیاسی که 2 روز پیش به منطقه سفر کرد. آقای نوریزاد میگوید وضعیت اسفناک است. من مردمی رو دیدم که با حد اقلها زندگی می کردن و خو گرفته بودند. منتها ما شهره بیرونی اینها رو می بینیم، ولی درون این خانواده ها، درون این مردها و زنها و بچه ها قوقایی از نارضایتی و فوران خشم هست. این ویدیو استیصال و جنون آنی یکی از ساکنان را نشان می دهد. آقا با نفل عز من. ناراضی از وضعیت، ناگهان خانوادهش را به زور به چادر می فرستد و روی چادر نفت می ریزد. دیگران جلویش را می گیرند. محمد نوریزاد می گوید هیچ نشانه ای ندیده کسی به فکر رفع مشکل زلزله زدگان باشد. بلنشن 2 روز نبیشتر آقای خامنه‌ای دست زن و بچه‌ش رو بگیره بره یکی از این روستاهای سرپل‌زها توی یکی از این چادرها 2 روز زندگی بکنن، ببینن مردم چه میکشن. شور و شوق اولیه مردمی هم حالا جایش را به سکون داده. نه از ازدحام مردم برای کمک خبری است، نه از ترافیک جاده ها که با کامیون‌های کمک رسانی پر باشند. تا چشم کار می کند، چادر است و کانکس و ویرانه هایی که فعلا هیچ نشانی از بازسازیشان دیده نمی شود. نگین شیراقایی، BBC. آرش امام جمعه، خبرنگار آژانس خبری مکریان از کردستان ایران با ماست. آقای امام جمعه، شما در منطقه هستید، یه مقدار شما به ما تصویر بدید آیا اوضاع همه جا خیلی بد هست یا جاهایی هست که وضع بهتر شده، بازسازی ها آغاز شده؟ بله، واقعیت این هستش که این مدت، یعنی مدت 2 ماه و چند روز، هنوز مردم در چادرها و کانکت‌ها زندگی می‌کنند که بخش عمده‌ای از مردم هنوز در چادر به سر می‌برند. در شرایطی که ما در اواسط فصل سرما هستیم و در شهرهایی مثل ازگله و تلاس که شهرهای کوهستانی هستند، هنوز مردم در چادرها به سر می‌برند و عده محدودی هم در کانکت ها. شرایط بهداشتی و شرایط مردم از نظر استحمام بسیار وخیم، دفع زباله به شدت کنده که این مشکل در فصل گرما اگر حل نشه باعث بیماری های آنچنان واگیرداری خواهد شد. کجاست مشکل؟ از چرا تا به حال اون اقداماتی که لازم بوده به گفته شما و بعضی دیگه از شاهدانی که الان اونجا هستن انجام نشده؟ شما که در منطقه هستید به نظرتون مشکل کجاست؟ بله، مشکل نمیشه واقعا مشکل رو در یک جمله بیان کرد.
اما مشکل مردم مشکل قابل حل شدنی که بی توجهی مسئولان باعث شده که حل نشه تا الان. همونطور که ما کشته شدن چندها نفر رو داشتیم به دلیل سرما، این سرمایی بوده که چندها نفر رو کشته تا به امروز، و اما مسئولین هستند که رسیدگی نکردن. این صحبت شما رو البته نماینده اورامانات هم همین رو گفته، البته استاندار کرمانشاه گفته نه این اتفاق نیفتاده. بحث این هستش که به هر حال کسی کشته شده باشه یا نه، سرما شوخی نداره و مردم زیادی الان اونجا درگیر سرما هستند. اگر بخوان کسانی کمک رسانی بکنن، چون در شروع زلزله بلافاصله بعد از زلزله عده زیادی علاقمند بودند برای کمک رسانی، الان اگر بخوان کمکی برسونن به اون مناطق چه کمک هایی باید انجام بشه و فکر میکنید آیا این کمک ها باید مردمی باشه یا باید دولتی باشه؟ بله، کمک ها باید کمک های دوگانه ای باشه، هم از طرف دولت و هم از طرف مردم. شما به عنوان خبرنگار در منطقه های سعی کردید با مقام های محلی صحبت بکنید، ببینید که اونها چی میگن، چه مسئله ای باعث شده که نتونن کارها رو شروع بکنن؟ برای ساخت و ساز مجدد مجوز اردیبهشت و خرداد 97 رو دادن که از اردیبهشت و خرداد 97 مردم دوباره میتونن خونه هاشون رو بازسازی کنن. وعده وام هایی رو دادن که به مردم تعلق نگرفته و وام های 5 میلیون تومانی جهت خرید کانکس یا ساخت کانکس به مردم داده میشه که مشروط به تخریب کامل خونه کسانی که خونه هاشون رو از دست دادن. ممنونم از شما آرش امام جمعه، خبرنگار آژانس خبری مکریان از کردستان ایران با من.